سلام، زه وانا میزان عزیز فرهاد یعقوبی هستم، مدرس زبان آلمانی. وکسل پرپوزیسیون امداتیف در 11 هم در مورد همو حروف اضافه صحبت میکنه که هم میتونه در حالت تقاط و تغییر به حالت اکوزاتیف و هم به حالت داتیف. خب در این درس کسته ما همو حروف اضافه رو میخونیم که به حالت داتیف هستند. این گرامر از سطح آسوای درس 11 همه. حالا چی وقت ما میتونیم که این گرامر یعنی استفاده کنیم حالت داتیف؟ وقتی ما وی فرگی داشته باشیم به نام وو، یعنی کجا، وقتی که با این سوال شه جوابی که میدیم و همچنین نمو سوالی که میشه باید به حالت داتیف باشه و او حروف اضافه که تغییر حالت میدم اینها هستن. این داخل معنا میده، ان یک چیزی که در پلو در کنار چیزی دیگه باشه، یعنی نزدیک به او باشه، شاید اندازه تماس هم داشته باشه. آف روی معنا میده، فور پیش رو معنا میده، انتر پشت سر معنا میده، او بر روی معنا میده، بالای اون تر زیر معنا میده، نبین به پلوی سویشنا ما بین بین معنا میده. خب اینها هم میتونه اکوزاتیو باشه هم میتونه داتیو باشه. وقتی که با و سوال شه باید بفهمیم که اینها مو اسمی که بعد از اینها استفاده میشه حتما آرتیکل داره، باید مو آرتیکل به حالت داتیو قرار گیره، چون گفتیم وو کسته داتیو سازه. حالا ببینیم که اینا رو چی رقم میتونیم به مثال استفاده کنیم. ما دا اینها حالا میخواییم که به مثال استفاده کنیم. اول تصویر بر شما کار میکنم. در هود یعنی که مو آرتیکل از یعنی میبینیم که مسکولینه، دره خب این به منظوری از کلای، در لو و یعنی همو شیر معنا میده، در شمیتر لینگ، شمیتر لینگ، در شمیتر لینگ پروانه معنا میده، دست میتشن خود مو دختر معنا میده، دست گراس چمن معنا میده، همو سبز معنا میده. حال امی تصویر ما همراه با همین حروف اضافه به شکل داتی و زینا کار میکنیم، چون سوالی که شده با وو بوده. خب اولی ببینیم ام چرا ای ام شده، به خاطر که حال ما در اول ببینیم که چی رقمی ام شده. خب ببینیم که اینجی ما داریم امرای و وقتی که سوال میشه گفتیم که این حروف اضافه تغییر حالت میدم به سمت داتیوی، یعنی این ان او فور انتر اوبر اونتا نیبن سویشن پلوس داتیو، پس اینها داتیو ساز میشن وقتی که با و سوال شه. خب ما اگر داشته باشیم ان پلوس دم، یعنی که اسمی داشته باشیم بعد از ان که نویترال یا مو مسکولین باشه، در و دست باشه، در حالت داتیف به دم تبدیل میشه، پس این دو با هم اختصار شده شده ام. و همچنین اگر ما داشته باشیم این یعنی در داخل پلوس دم که یعنی بازم نویترال یا مسکولین باشه، آرتیکل همو اسم بعد از این در باشه یا دست باشه، وقتی که این قسم داشته باشیم برای از اینکه جمله زیباتر بیه اینها رو میگیرم اختصار میکنن کوتاه میکنن مساوی بشه به ام، پس همی این دم مساوی شده به ام. پس حال ما به او خاطر که گفتن جمله اولی باید شما بفهمین که چرا این شده ام، یعنی در داخل معنا میده. ام موند حد زی عینه لولی، لولی منظوری از دمو آب نباته، گفته اموند در دهان حد زی داره او عینن لولی، داره چی؟ یک امو آب نباته، بخاطر چی چی؟ ببینیم عینن لولی. خب عینن که هسته باز اینجی اکوزاتیف شده چون اولی که هسته ام موند داتیف شده، در موند بوده و ام این دم بوده به ام تبدیل شده، گفته در دهان داره او یک آب نباته. خب ببینیم باز ان داریم، ان که اگر گفتیم پلوس دم باید بشه ام، اما اینجی چون دی داریم فیمیلین داریم ان در شده. ببینیم یک چیزی که در کناره از اون ممو شکلم دیده میشه به کنار هم قرار داشته باشه، گفته اندر تاش زیتس این شمیتلین، گفته در کنار یا در کنار همو کیف زیتس نشسته این شمیتلین یک پروانه، پس میبینین که پروانه نزدیک به همو تاش یا کیف، پس ان به این حساب استفاده شده و همو آرتیکل تش دی بوده فیمینین بوده به در تبدیل شده، چون در حالت داتیو دی به در تبدیل میشه و در و دست هم به
دم تبدیل میشه. آف، آف که هست روی معنا میده. خب گفته زی ترکت آف دم کپف اینن هود، او میگه به سر خود کرده یا روی سر خود پوشیده، به سر خود پوشیده آف دم کپف روی سر خود اینن هود، یک کلا. ببینیم که در هود یعنی آرتیکل هود کلا در و این با اینن تبدیل شده و اما امو آرتیکل کوپف که بیده باز داتیف شده چون حرف اضافی آف اینجی داتیف سازه چون با سوالی که شده با وو بیده و همچنین فور داریم یعنی پیش رو فور هیر زیتس این هیشن. هیشن که هسته یک نوع امو حیوانیه که میبینین که به مقابل از او پا از اونه به پیش روی از اونه. گفته فور هیر زیتس پیش روی از او نشسته این هیشن، یک هیشن. خب هنتر که هسته با پشت سر معنا میده، گفته هنتر هیر اشتت این لووه، گفته پشت سر از او قرار داره یا استاده این لووه یک شیر. اوبر که هسته روی معنا میده، بالای معنا میده، گفته اوبر هیر فلیکت این فوگل، بالای سر از او گفته پرواز میکنه این فوگل. فوگل منظوری از چیه؟ پرنده. گفته روی سر از او پرنده پرواز میکنه. اون تر زیر معنا میده، خب اون تر هیقن فوسین ایست گونیس گراس، گفته زیر پاها زو ایست هست گونیس گراس، امو چمنهای سبز یا سبزهای سبزه. پس اون تر اینجی زیر معنا داد. نیبین به پلوی معنا میده، گفته نیبین دیم میتشن اشتید این تاشه، به پلوی همه دختر بچه اشتید قرار داره این تاشه، یک کیف. حالا ببینیم که نبین اینجی پلوی شد کمی بین این دختر و همو کیف یا همو تاشه فاصله، پس از نبین استفاده کرده. اما اگر نزدیک بود یعنی در حدی بود که با هم تماس داشتن به پلوی هم بود از ان استفاده میشه. سویشن یعنی بین دو چیز استفاده میشه. و اگر جمله داشته باشه که با ووس پرسان شده باشه، سویلی با وو باشه، ویفرگی وو باشه، یعنی کجا، پس اینها داتیف میشن. پس این هم این قسمت داتیف سازه. گفته زی اشتد یعنی که او استادی سویشن بین سوای باومن، بین دو درخت. پس ببینیم که خیلی راحت فهمیده شد که منظور از سویشن چیه و سوای باومن و اینجی که هسته به شکل جمع آمده چون سوایش عدد شماره دویه، پس باومن که استفاده شده به شکل جمع آمده و یک این آخر خو گرفته. حال ما ببینیم که اینجی دوباره همون بخش کار میکنم که به وو وقتی که ما سوالی دیشتو چی که با وو سوال شده بود از ما، یعنی کجا، این، ان، او، فور، انتر، اوبر، اونتر، نبین، اون، سویشن، پلیس، داتیف. اینها داتیف سازه. ان پلیس دیم مثبی میشه به ام، اختصار میشه، خلاصه میشه. این پلیس دیم مثبی میشه به ام. پس ایره فهمیدیم. تا درس بعدی خدا یارو نگهدار شما. همچنین اگر شما مایل بودیم که به عضو کانال ما شیم، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی که به دسترس شما قرار میده اولین کسی باشین که این ویدیو رو تماشا میکنه و نام کانال هست آلمانی صفر تا صد و نام تلگرام و فیسبوک هست آموزش زبان آلمانی صفر تا صد، اونجا موضوعاتی شامل این درس ها هست. و تا درس بعدی خدا یارو نگهدار شما.